Hello, welcome to Emerald View Dental. We're located in 4750 Yonge Street, Unit 330. I, Dr. Melika Madabra, along with Dr. Farshishi, have built this brand new office with the most advanced technology and most modern dental equipment. We're a general dental service which provide care in all aspects. To kids, adults, we provide orthodontics, implants, cosmetics, and prosthesis along with other forms of dental services. We look forward to having you come to our practice, and we look forward to enhancing your beautiful smile, one smile at a time. با عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، با امید به اینکه حال همه شما عزیزان خوب باشه، مجموعه دیگر از برنامه‌های نکته‌های دندان پزشکی رو که توسط خانم دکتر فرشته عشقی و خانم دکتر ملیکا مدبر تقدیم حضورتون میشه، به شما امشب تقدیم میکنیم. اجازه بدین خدمتتون عرض ادب داشته باشیم و ببینیم که امشب برای شما چه موردی رو مطرح خواهند کرد. خانم دکتر عشقی عزیز، خانم دکتر مدبر، عرض ادب دارم خدمتتون، بسیار خوش اومدید به برنامه. با سلام زیاد خدمت شما و بینندگان عزیز تصویر ایران، خوشحالیم که یک بار دیگه در کنار شما هستیم. خانم دکتر مدبر، خوش آمدید. خیلی ممنون، مرسی از ادب به شما و بینندگان عزیز و امیدواریم که این گفتگو مفید باشه برای تک تک شما. مرسی. خب اگر اجازه بدین، به شما قول داده بودیم در برنامه قبلی که این هفته راجع به ایمپلنت صحبت کنیم. ایمپلنت که به هر حال کلمه تخصصی در دنیای دندان پزشکی، اکثرا باهاش شاید آشنا باشین، شنیده باشین، ولی مسلما از زبان دو متخصص و دندان پزشک اگر بشنویم که چگونه کار بردش هست و آیا خوبه بده و این تکنولوژی چجوری کار میشه در دهان و دندان، بسیار مهم خواهد بود. و همچنین دندان پزشکی اصولا همه باورشون اینه که خانم دکتر گرانه، خیلی گرانه. وقتی به ایمپلنت میرسه که دیگه میگن اوه چقدر گرونه. بریم ببینیم واقعا ایمپلنت چی هست، آیا ارزش داره، اصلا این ایمپلنتی که میگن چی هست و چگونه در دهان و دندان کار میگیره. چرا از خانم دکتر عشقی میخوایم اینو امروز برامون صحبت کنن و نظر تخصصی خانم دکتر مدبر رو هم خواهیم داشت امشب؟ به دلیل اینکه اگه اشتباه نکنم مستر ایمپلنتون شما خودتون از UCLA گرفتین در آمریکا. بله. و خب میتونه بهترین کسی باشه که امشب برای ما توضیح بده که اصلا ایمپلنت چگونه شما انجام شدین و باورتون برای این تکنولوژی جدید چی هست. مثل هر تکنولوژی جدیدی، همیشه سعی در پیشرفت مسائل و درمان ها هست. در کار دندون پزشکی هم همینطوره. به علت طولانی تر شدن عمر انسان ها و انتظار بیشترشون از استفاده از دندون هاشون و زیباییشون، این علم به وجود اومده. در قدیم که ایمپلنت وجود نداشت، جایگزینی دندان بیشتر یا به وسیله دستگاه‌های متحرک بود که اینا باعث می‌شد دندون‌های اطرافش رو خراب بکنه، و یا با بریج بود که مجبور بودیم دندون‌های دو طرفشون رو تراش بدیم و خب عمر مفید دندون‌های طرفین هم ناخودآگاه کم می‌شد. ایمپلنت که یک پدیده نسبتاً جدیدی هست، باعث میشه که دندون به تنهایی در محل خودش قرار بگیره و وابستگی به دندون‌های کناریش نداشته باشه، بنابراین صدمه‌ای به دندون‌های کناری نمی‌رسونه. و دلیل دیگه و حالت دیگه‌ای هم که میشه ازش استفاده کرد، یه زمان‌هایی که دنچرها و دندون‌های مصنوعی لق توی دهان هست، میشه به وسیله دو تا یا چهار تا ایمپلنت اونها رو خیلی محکم‌تر در جاشون قرار داد و از تکون خوردنشون و حرکت کردن و آزار دادنشون جلوگیری بشه. و خب یه حس دیگه ای که داره اینه که باعث میشه که استخون زیرش سالمتر بمونه، چون با مرور زمان وقتی دندون کشیده میشه استخون زیرش هم کوتاه میشه و روی حتی فرم صورت و فک تأثیر ناگواری داره. بسیار ممنون خانم دکتر عشقی از توضیح کاملتون. یعنی اون موقع ها مردم مجبور می شدن خیلی مواقع سراغ دندون مصنوعی برن، الان دیگه شما در شرایط دیگه خیلی تری خط و سن و سالای بالا دیگه دارن. واقعا حیفه. بله واقعا حیفه. وقتی که این تکنیک های جدید هست،
حیفه که آدم ازشون استفاده نکنه و بهره مند نشه. فوق‌العاده است. خب خانم دکتر مدبر، مادر که به هر حال مسترشون رو در این پلان دارن و از بهترین دانشگاه دنیا، خب طبیعیه که کار رو به صورت حرفه‌ای دارن ارائه میدن. نظر خودت چیه در مورد این پلان که وقتی در کنارشی در کلینیک و میبینی این کار رو دارن انجام میده؟ قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، من یک نکته رو عرض بکنم به بینندگان عزیز که شاید ندونن ایمپلنت چیه. ایمپلنت پیچ‌های به خصوصی هستش که از مواد یا متال تایتانیوم فور تجاری ساخته شده و از طریق جراحی گذاشته میشه تو فک صورت. این فک میتونه بالا یا پایین قرار داده باشه و جایگزین میکنه دندان‌های از دست رفته. و نظر شخصی من اینه که ایمپلنت بسیار درمان خوبیه برای ریپلیس کردن و جایگزین کردن دندانی که از دست رفته، به خاطر اینکه این همون دندان ها هستش و مریض بعد از جراحی واقعا تشخیص نمیتونه بده بین ایمپلنت و دندان طبیعی خودشون. برای من توصیه میکنم از اکثر آدمایی که میتونن از این درمان استفاده بکنن برای جایگزین کردن دندان های از دست رفته، حتما این روش رو استفاده بکنن. یعنی ارزشش رو داره؟ حتما، بله، خیلی ارزشش رو داره. شاید از لحاظ هزینه یک کمی اوائلش گرون باشه، اما شما باید در نظر بگیرین این دندان طبیعی خود انسان هستش و سالیان سال باش زندگی خواهند کردن. سال بعدی من بود. بله. مداومه، یعنی بله، بله. تداومش خوبه. بله. فوق‌العاده است. سراغ هزینه رفتیم، شاید گرونتر از یک کشیدن دندان باشه، چون خب طرف میگه خب دیگه ندارم دیگه بذار بکشم بندازمش. همیشه از دست دادن آسونه ولی به دست آوردن یه ذره سخت‌تره. واقعا آیا ارزشش داره؟ که بله ارزشش رو داره واقعا، و حالا اونقدرم که ما داریم میگیم نیست، ولی بیمه ها، خب خیلی از بیمه ها من شنیدم حتی ایمپلنت رو کاور میکنن، پوشش میدن. نظرت چیه در مورد بیمه ها؟ به نظر من بیمه ها خب خیلی کمک میتونن بکنن، حتی اگه هزینه خود ایمپلنت و جراحی ایمپلنت رو ندن، بعضی از بیمه ها پول روکش ایمپلنت رو خواهند داد. و یه نکته دیگه که میخوام بیان بکنم درباره بیمه ها که شاید تو برنامه قبل نشد گفت و ربط داره به اطفال، انتاریو و یه پروگرامی داره به نام انتاریو هلثی سمایلز که برای اطفال زیر سن 17 سال، برای خانواده‌ای که شاید احتیاج به این کمک داشته باشن، اجازه میده که دندان‌های شیری و دائمی این سن و 17 سال به پایین زیر پوشش قرار بگیره که اینطوری این اطفال بتونن برن دندان پزشک و کمکی باشه. خیلی خوبه. بله. بله واقعا این روش چیز خوبیه که آنتریو داره پوشش میده و خب ایشون هم به علت این که بیشتر تخصصشون اطفال هست. الان میخواستم بگم هر جا میریم آخرش برمیگردونه ما رو همهش تلاشیشونه که برای بچه های سرویس رایگان. از بس که علاقه داره بهشون و از صمیم قلب دلش میخواد که یک کار مثبتی براشون انجام بده. آفرین، مرسی از اشارت و من فکر کنم خب خیلی خانواده ها بتونن از این سرویس استفاده کنن و چرا که نه، برای اینکه بتونین بیشتر راجع به این بیمه رایگان بدونین، مخصوصا در اونتاریو هستین، حتما با خانم دکتر ملیکا مدبر تماس بگیرین. شماره تلفن رو ملاحظه می‌کنین. البته من اگه اجازه بدین تلفن رو جداگانه اعلام کنم، به دلیل اینکه بینندگان محترم ما می‌بینن در تلویزیون ولی شنوندگان که همزمان برنامه‌ها رو دنبال می‌کنن نمی‌شنون، من یعنی نمی‌بینن زیرنویس ما رو. شماره رو من اعلام می‌کنم با شماره 416-225-9777 میتونین تماس بگیرین و در یانگ و شپرد اگر اشتباه بلی. نکنم کلینیک بسیار زیبایی که به دیدنش به قول معروف میارزه و با مجهزترین دستگاه‌های روز، شما همطور که در برنامه ها احتمالا متوجه شدین، شما سرویس داده خواهید شد و در واقع اونجا از دندان‌های شما نگهداری میشه. حتما برین سری بزنین، ولی اگه اطلاعات بیشتری میخواین و مستقیما میخواین با خودشون صحبت کنین، با شماره 416-225-9777 میتونین تماس داشته باشین. با سپاس فراوان از شما دو عزیز. مرسی. تا گفتگوی بعدی بسیار متشکرم. خداحافظ.
Hello, welcome to Emerald View Dental. We're located in 4750 Yonge Street, Unit 330. I, Dr. Melika Madabra, along with Dr. Farshashi, have built this brand new office with the most advanced technology and most modern dental equipment. We're a general dental service which provide care in all aspects. To kids, adults, we provide orthodontics, implants, cosmetics, and prosthesis along with other forms of dental services. We look forward to having you come to our practice, and we look forward to enhancing your beautiful smile, one smile at a time.